امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، بایدن در انتخابات جریان حزبی دموکرات‌ها در میشیگان پیروز شده، ولی انتقادات جدی از او در این ایالت وجود داره. آیا نشانی از بحران عدم مقبولیت بایدن در جبهه دموکرات‌ها می‌بینید شما؟ قطعا با یک شکاف جدی دموکرات‌ها مواجه هستند که اگر نتونن در طی ماه‌های آینده ترمیمش بکنن، قطعا میتونه براشون هزینه گزافی داشته باشه. برای آقای بایدن رسیدن به کاخ سفید برای بار دوم بدون گرفتن میشیگان، ایالت میشیگان، امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار هستش. و اون چیزی که امروز در میشیگان اتفاق افتاد که اون افرادی که متحد به رای دادن نیستن، یعنی با این طبقه بندی در رای گیری شرکت کردن، نزدیک 60,000 تا الان که بیشتر نصف رای شمردن تونستن به خودشون اختصاص بدن، این خب رای بسیار بزرگی هست و میتونه که نتیجه انتخابات رو در این ایالت عوض بکنه. الان حدود 50% رای آرا اومده و حدود 62,000 نفر هستن که در واقع گفتن که هنوز متحد به این که به کسی رای بدن نیستن و از این جهت دموکرات ها رو و آقای بایدن رو در برابر یک سال بسیار جدی گذاشتن و اون که آیا تمایل دارن یا اینکه میتونن که تغییراتی رو انجام بدن در حوزه سیاست خارجی و به هر حال مسئله‌ای که رای دهنده باش مواجه هستن تا ماه نوامبر، یا اینکه این ریسک رو حاضرن بپذیرن که ایالتی مثل میشیگان رو از دست بدن. البته مسئله اصلی این هستش که فقط ایالتی میشیگان نخواهد بود، فقط مسلمان ها نخواهند بود تا ماه نوامبر. این یک جنبشی است که آغاز شده، از عرب ها و مسلمان ها آغاز شده و همونطور که شما اشاره کردید در گزارشتون، سیاهان آمریکا، جوان های آمریکایی، دانشجوهای آمریکایی، اینا بخشی از این ائتلاف جدید هستند که سیاست های خاورمیانه دولت بایدن رو مورد انتقاد قرار میده و این میتونه که به ایالت های دیگه از جمله ویسکانسین، ایلینوی و جای دیگه سرایت بکنه و به هر حال برای آقای بایدن هزینه زیاد داشته باشه. آقای معماریان، از سوی دیگه پیروزی ترامپ در انتخابات جریان حزبی میشیگان ششمین پیروزی متوالی او در ایالت‌های آمریکا محسوب میشه. مسیری که رئیس جمهور سابق آمریکا میره رو چطور میبینید؟ در حال انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه هست و باور عمده این هستش که آقای ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه خواهد شد و کاندیدای دیگری که در برابرشون وجود نداره، خانم نیکی هیلی هم شانسی نخواهند داشت که بتونن که در واقع در روی کاغذ یا بر اساس محاسباتی که وجود داره بتونن که در ایالات مختلف پیروز بشن. ما با انتخابات پنجم مارس مواجه هستیم که حدوداً یه هفته دیگه هستش و بیشتر از 15 ایالت در واقع درشون رأی‌گیری انجام خواهد شد که اگر خانم هیلی نتونه که در چند تا ایالت پیروز بشه، عملا میشه گفتش که آقای ترامپ نماینده حزب جمهوری خواهد شد. مسئله که اونجا وجود داره این هستش که به هر حال خانم هیلی در هر ایالتی داره 25%، 30%، 35% و 40% از آرای ایالت مختلف رو به خودش اختصاص میده. درست هستش که آقای ترامپ 60% از آرا رو خودش اختصاص میده، ولی خب اینکه 30% تا 40% از جمهوری خواهان آقای ترامپ نمایندهشون نیست، این هم میتونه یک شکاف بزرگی برای حزب جمهوری خواه باشه، برای آقای ترامپ باشه که به هر حال میخوان که در انتخابات سراسری تا اونجا که میتونن که نه تنها افراد حزب خودشون رو بتونیم پای صندوق‌های رای برای خودشون بیارن، بلکه بتونن که از مستقل ها هم برای خودشون رای جمع کنن. اگر قرار باشه که از این 40% کسرشون به آقای ترامپ رای ندن در حزب جمهوری خواه، فقطا برای ایشون هم دشوار خواهد بود که بتونه که به هر حال در انتخابات سراسری ماه نوامبر پیروز بشه. بله، ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بود.